یکی از مسائلی که در حرکت عظیم امام حسین علیه السلام نمود بیشتری پیدا می کند حضور و نقش زنانی است که جزو اهل بیت هم نبودند، از جمله کنیزی به نام میمونه ام عبدالله ابن یغتر. این کنیز در منزل امام علی علیه السلام حضانت فرزندان فاطمه را به عهده داشت تا زمانی که فاطمه سلام الله علیها از دنیا رحلت فرمود، و از آن پس میمونه پیوسته در خدمت امام حسین علیه السلام بود تا هنگام خروج ایشان از مدینه، که آنگاه وی نیز همراه پسرش عبدالله ابن یغتر در معیت اهل بیت از مدینه به سمت عراق روانه گردید. ابا عبدالله با تو چه گفت که این گونه بار سفر می‌بندی؟ باید سوی کوفه روم. می‌خواهی بگریزی؟ مادر، ما که از مولای من جز نیکی و محبت چیزی ندیده ایم. نکند مادرم میخواهد مرا اسیر عذاب جهنم کند. پس این مهیا شدن چه دلیلی دارد؟ باید سوی کوفه روم و خود را به مسلم ابن عقیل رسانم. مسلم که به کوفه در امان است. مولایم میخواهد خبرهای تازه تری از کوفه بداند. دلم شور میزند. کاش کس دیگری میفرستاد. مادر، گویی خوابم تعبیر میشود. در میان خواب و بیداری تو را میدیدم سخت کوبیده و با این سخنان پاهایم را سست نگردان. مادر، ما سالها خدمت اهل بیت کرده ایم. حال که مولایم مرا مورد خطاب قرار داده امرش با می نهادم؟ نه مادر، سوگند میخورم که هرگز او را تنها نخواهم گذاشت، حتی اگر مرا سوی یزید فرستد تا حامل پیامش باشم. طوری حرف میزنی که دلشورم بیشتر میشود. دلشوره برای چه مادر؟ مردان کوفه که به حسین ابن علی گرویدند، مطمئن باش که شما نیز به زودی در کوفه به ما ملحق خواهید شد. ندیدم مردمانی را که به سوی کوفه روند و با امامشان بمانند مگر بر خون خفته. از چه هراسناکی؟ از مرگ؟ مرگی که برایم گواراتر از شهده است؟ مادر، شهادت نصیبی است که باید دعا کنی تا سهمم گردد. اما ما به سفری آمده بودیم که با هم به پایانش بریم. اکنون که حسین ابن علی برای این کار مرا انتخاب کرده، وقت اگر و اما به پایان رسیده. مادر، باید تاخت، باید رفت. دلم گواهی می‌دهد که پایانی شیرین در انتظار ماست. شیرین تر از شهادت چیزی سراغ داری؟ عبدالله، مزاح کردم مادر. هم یاریم کن که باید به سوی کوفه روم. یاریم کن. حسین ابن علی علیه السلام عبدالله ابن یغتر را به جانب کوفه به نزد مسلم ابن عقیل روانه کرد. اما پیش از آن که وی به محضر مسلم مشرف گردد، حسین ابن نمیر تهیمی از عمال عبیدالله ابن زیاد وی را دستگیر و تحت نظر به نزد عبیدالله روانه کرد و آن ملعون وی را به شهادت رساند. اما مادرش در رکاب سعادت امام همچنان بود تا به سرزمین کربلا وارد شد. یکی از ظریف‌ترین مباحثی که در قلمرو نهضت ابی عبدالله وجود دارد، jedna od najdubljih rasprava na polju Husejnovog ustanka jesu vizuelni znaci i simboli koji imaju
izuzetno veliku važnost u filozofiji oplakivanja Hazreti Huseina sa aspekta simbolizma boja i samog simbolizma kao filozofije. Od davnina je bio običaj da ljudi plaču kada vide crne zastave na tekijama i drugim islamskim građevinama. Kakav je ovo zanos što zahvati ljude svijeta su riječi koje su ljudi stalno ponavljali. Prostorije za oplakivanje su ukrašavane lijepim epigramima. Epigrami su bili dijelovi crne tkanine koji su ispisivani od strane istaknutih pjesnika kao što su Muhtašem Kašani, Meliku Šuara, Azime Lahidži, Ebu Talibe Amoli, Kelime Kašani i Kaani. Opisivani su znaci, crnina i ono što je kao zastava izazivalo određene vizualne efekte. Oni koji su pravili ove znake su pokazali da šarene zastave, pored svih onih rekvizita koji idu uz to, simboliziraju početak oplakivanja Hazreti Huseina. U većini dijelova Irana postoji običaj pod nazivom vješanje zastava. Ove zastave se vješaju na džamije, tekije i Huseinije i podsjećaju na oplakivanje Hazreti Huseina. No međutim, ulične predstave Kerbele i oplakivanje zahtijevaju posebnu elaboraciju povodom čitavog čina ceremonije oplakivanja Huseina. U ovoj ceremoniji, na kojoj se plastično prezentira sav događaj, vidimo da svako pero ima različitu boju značenja. Ovi simboli i znakovi zahtijevaju šire elaboriranje. Nadamo se da ćemo moći predstaviti njihovo značenje. Pored toga, šljemovi, panciri i boje koje u sebi nose određeni kontrast, pa čak i šatori i boja odjeće koju nose neprijatelji i Huseinovi vojnici, sve zajedno prezentira dimenzije te ličnosti. Zelena, plava, crvena, narandžasta, bijela i crna pera imaju za sebe svako posebno značenje, zašto je potrebno puno više prostora i elaboracije. U danima ceremonije žaljenja za predvodnikom šehida Hazreti Huseinom, svi narodi Irana oblače crninu i oplakuju Hazreti Huseina. Već stotinama godina teku vrela puna ljubavi iz njihovih srca naspram Huseina. Generacije se mijenjaju i svaka generacija se upoznaje sa Huseinom i upravo s tim zovom se i odgajaju. Generacije se jedna za drugom smjenjuju. Ono što ostaje
ljubav prema Hazreti Huseinu. هانی ابن عروه از اشراف کوفه و از بزرگان شیعه بود. ابن زیاد ملعون، هانی آن پیر عزیز را که 89 سال از عمرش گذشته بود و به شرف صحبت با رسول خدا نیز مشرف گشته بود، تعذیب بسیار کرد تا شاید مسلم را به او تحویل دهد. اما هانی نپذیرفت. هانی هموز که ابن زیاد به منزلش رفت، اما نه خود وی و نه مسلم نخواستند که خون ابن زیاد در خفا ریخته شود. از طرفی ابن زیاد مردی به نام معقل را با 3000 درهم مأمور جاسوسی در بین بیعت کنندگان با مسلم کرده بود و بالواقع تمام اخبار دایره مسلمین سریع به سمع ابن زیاد می رسید. تا اینکه سلام بر هانی ابن عروه. با پای خود به سوی مرگ آمدی. مرگ حق است. این فتنه ایست که در خانه تو پا گرفته. مسلم را آورده در خانه جا دادی و برایش ساز و برگ مردان جنگی را آماده می کنی؟ داستان می سرایی؟ گمان می کردی اعمالت بر ما پوشیده خواهد بود؟ تو از چیزی که سخن میگویی من بیخبرم. پس میخواهی منکر شوی؟ همان که گفتم. مطمئن نیستم که آیا باز بر سر حرف خود خواهی بود یا نه. او غلام من است که به دروغ خود را در جمع هواداران حسین ابن علی جا داده است. دیگر نمیتوانی منکر دیده ها و شنیده های او باشی. او را که میشناسی. حال سخن بگو. این مرد که باید همه چیز را گفته باشد. آری گفته است. میتوانی بروی؟ اطاعت یا امیر. رفتار تو برای من عجیب است. حمایت از کسی که در مقابل امیرالمومنین ایستاده و پناه دادن به فرستاده حسین ابن علی، اینها چه معنا میتواند داشته باشد؟ آیا هانی میخواهد در مقابل یزید بایستد؟ من مسلم را دعوت نکردم. او خیش به خانه من آمد. من از او شرم دارم. پس شأن را کنار نه و برای جلب رضایت یزید مسلم را به اینجا بیاور. به خدا که او را نمی آورم. هانی، تو بزرگ قومی، از تو انتظار نمی رود چون کودکان تعقل کنی. ابن زیاد، پدرت بر من حق احسانی دارد.
و من میخواهم پاداش او را بدهم و برای تو پیشنهادی دارم. آن چیست؟ میشنوم. تو و خاندانت به سلامت به شام میروید و هرچه از اموال میخواهید با خود ببرید، زیرا کسی آمده که از تو و صاحب تو یزید شایسته تر است. تو را در مقامی نمی بینم که پاسخی به پیشنهادت دهم، اما باز بر سر حرف خود هستم. مسلم را تسلیم کن. به خدا قسم که او را تسلیم نخواهم کرد. اگر او را تسلیم نکنی کشته می شوی. به خدا قسم که او را تسلیم نخواهم کرد. به شمشیر برنده مرا می ترسانی؟ این را بدان که از این پس تو یاغی هستی و خونت بر ما مباح و کشتنت جایز است. به دستور ابن زیاد، هانی ابن عروه را در سیاه‌چال قصر زندانی کردند تا مسلم را دستگیر نمایند. سرانجام، هانی ابن عروه و مسلم ابن عقیل در راه امام بزرگوارشان به شهادت رسیدند. بخش دوم از مباحث مربوط به علائم و نشانه‌ها در عزاداری را در پیش رو دارد. اوبدیه سو تاینه tanje od vlasi, jer nije svako onaj koji obrije kosu mudar. Veoma je zahtjevna i široka tema o simbolima i znacima ceremonije oplakivanja, no međutim, ukratko se ipak nešto može predstaviti. Jedan od znakova koji se koristi tokom ceremonije oplakivanja jeste ukrašavanje Huseinovog konja koji se zvao Zul Džinah. Na dan Ašure u čitavom Iranu na ovog konja stavljaju štit, mač i krvavi turban. Pa čak se na čelo ovog konja stavlja i ogledalo koje se može razmatrati sa aspekta estetike. Na njega stavljaju i obojene tkanine koje nemaju neki poseban značaj. Kako kaže Emil Durkheim, svaka od ovih stvari poprima svetost kada se približi voljenoj osobi. Osobe koje su se za nešto zavjetovale na ovog konja stavljaju šarene tkanine i idu ispred povorke. Ovako ukrašen konj se zove kotel. Kotel je i ukrašeni konj i horizontalna šarena zastava. Ispred ovog konja trče zarobljenici Kerbeli uzvikujući: o rzavi konju, što dolaziš, gdje si ostavio našeg dragoga? Također, tokom ceremonije oplakivanja Huseina, jedan veoma važan obred koji se koristi u Iranu, a posebno u pustinskim područjima, jeste nošenje palme. Prenosi se da su u vrijeme kada su glave šehida Kerbele nošene iz doline Taft na Kerbeli u Kufu, a zatim u Damask, tijela šehida ostala da leže u dolini Ninva. Pleme Beni Asad je prolazilo pored Eufrata i kada su stigli, vidjeli su ovaj tragični prizor. Otkinuli su listove sa palmi i stavili tijela šehida na njih kako bi ih pokopali. Od tog doba prave se stabla od palmi i ukrašavaju raznobojnim tkaninama.
Pored ovih palmi koriste se zastave koje su ukrašene raznobojnim perima, od kojih je svako simbol nečega. Zeleno pero je simbol predvodništva dobrih ljudi, plavo je simbol ljepote dobrih ljudi, crveno je simbol neprijateljstva šemra, a narandžasto se odnosi na sve one koji su prisustvovali Kerbeli. Sa aspekta simbolizma, filozofija oplakivanja Huseina ovim perima daje posebna značenja, tako da se bijelo pero koristi kao simbol horove teube, a žuto kao simbol njegovih unutrašnjih previranja. Svi ovi znakovi i simboli ukrasi su bojišta, ukrasi su povorki ceremonije oplakivanja Hazreti Huseina.